طرفدارای پوری همشون اومدن گفتن آقا آهنگ شرایط از پوری برو، حتی توی یوتیوب هم نیست، توی کانالش نیست، مثل اینکه سیاسی خفنه فلانه، بیایم ببینیم چیه. گفتم چشم، ریاکشن میریم به شرایطش، هم ریاکشن میریم ببینیم آهنگ شرایطش چیه. برو برگرد. درود، پدرام اینجا هستم و خیلی خوش اومدید به کانال خودتون. با لایک و کامنت و سابسکرایب میتونید کانال خودتون رو حمایت بکنید. نکنن آهنگ شرایط از پوری گویا سیاسیه، توی یوتیوبش نیست. یعنی چی؟ یعنی که آقا من این آهنگم رو قبول ندارم، اصلا بهتره نباشه، من این آهنگو ندارم، توی کانالم هم نمیذارم. توی اینترنت سرچ کردم، دارم از آپارات گوش میدم. کاور کار چی میگه؟ کاور کار تهرانه، چقدرم کیفیتش پایینه، دست من نیست دیگه. کودک های پابرهنه و اینجور چیزا. بریم ببینیم حالا چی میگه. الله الله، با این آهنگ انقلاب شده. یکی از آهنگایی بود که مردم شور گرفتن اومدن توی توی خیابون. الله الله لا اله الا الله، الله الله. آها، داریم میریم به سمت خدا، انقلاب داریم میکنیم که به تعالی برسیم، همه چیز خوب قراره بشه. گیتار محوره، یعنی ریفش با گیتار. حقیقتونه که کبود لباش کف پیاده رو شده مثل پر قوبراش. آه، کبود لباش کف خیابون براش جای خوابه، یعنی کف خیابون میخوابه، شده پر قوبراش. ببینید، یکی از دلایلی که این آهنگو توی رزومهش کاریش نذاشته، یعنی که من خودم دیگه این آهنگو قبول ندارم، یعنی که نخوندمش، گردن نگرفته اینو، این فرزندش رو توی رزومه جدیدش، یعنی کانالای قبلیش، کانالای یوتیوب قبلش رو اصلا در نظر نگیرید. چیزای جدید، کانال جدیدش رو که راه اندازی کرده یکی دو سه ساله، این آهنگ توش نیست، اصلا هیچ آهنگ سیاسی توش نیست. هم زبون شده با زبون سگاش، میکنه لازوباله هانون شب سواش، اون بچه لاله که میره رو لب راه. فکر کنم راجب کودکان کار داره میخونه. کودک کار، بابا که عبد دیدی، گفتم مامان فرد شب میرسه خونه، پول اگه داشت اونه که میکنن شب میاد خونه اگه پول داشت. تش به پرس چرا میدن جوابش چک، مست میره خونه که کنه هوا پرد، درد اینه که گرفته طلاقشو زن. نه درد اینه که گرفته طلاقشو زن، زن طلاق گرفته، یعنی مهریهشو گذاشته اجرا از این چیزا. داره از درد اجتماعی میخونه و این کار خب اجتماعی محسوب بشه دوستان، نه سیاسی. دقت بکنید، این آهنگ اجتماعیه. فرق آهنگ اجتماعی با سیاسی خیلی متفاوته. حالا خیلی معتقدن اصلا رپر نباید سیاسی بخونه. کی گفته رپر باید سیاسی بخونه؟ رپر باید 6-8 بخونه باهاش غیر بدیم. کی گفته اصلا رپ واسه اعتراضه؟ کی همچین حرفی زده؟ کی همچین گویی خورد؟ دلا پره، صفره خالیه، میخره مفت به کوب زود، به ساز برچ که ببینو شرم از الهیه. خوش برد کلونه حاج آقاست، گمرک و لخت میکنه خالی تو گاراژاش. آه، حاج آقا، حاج آقا گمرک و لخت میکنه، داره یه اشاراتی به سیاسی میکنه حاج آقا رو. ولی باز همین داستان مسئولین دیگه، دیدید که یه سری یه فاز اعتراضی در صدا و سیما هم هست که میگن مسئولین مقصرن. یا مثلا همین آقا میری هست آخونده، این مسئولین چرا به فکر نیستن؟ مسئولین کونه ما رو پاره کردن؟ این مسئولین هن که ریدن توی کشور، وگرنه جمهوری اسلامی که خفنه، رهبرمون که خیلی خفنتره. یه دو سه تا دونه مسئول هستن و یه دونه رئیس جمهور توی قبلیه، تازه این رئیس جمهور کنونی نه، رئیس جمهور قبلی خورده خطا داشت، به اون دلیله که ما بگاییم. اینا خود حکومت که عالیه. سیغه ها جردن، هاج خانوم کاناداست، رامون و بسته واسه اونا شراها باز. حقیقت اینجا صف گوشته، لا جمع هشته میشی با چک و مشله، آقازاده های خف و خوشگه که بلوزشون سته با تودوزی پرشه. آه، لباسشون سته با تودوزی. آره آقازاده ها. ببینید، این آهنگ خیلی قدیمیه همونطور که مشخصه و تو رزومه جدیدش نیست.
مشخص هم هست علاوه کیفیت موزیک، علاوه رپ کردنش خب ضعیف‌تر بود، الان پیشرفت کرده. هرچند که الان تیم ورکی دارن کار میکنن، خب تو تیم شاید مثلا موقع شعر نوشتن دو نفرم دو تا ایده بدن بهش کمک بکنن. اون موقع تنها بوده این کارو جمع کرده فکر میکنم البته. ولی اینو بدونی که آدم افکارش عوض میشه، نظرش عوض میشه. امروز من میتونم سیاسی باشم، فردا نه. امروز میتونم موافق جمهوری اسلامی باشم، فردا مخالفش، یا برعکس الان مخالف به جمهوری اسلامی باشم، فردا موافقش بشم. نظرها تغییر میکنه دوستان. ولی مهم اینه که بعد از داستان 1401 یا حالا 98، از اون موقع مهمه که کی چی کار کرده، چی کار است. چون تا قبلش باز میگفتیم حالا شایدم بشه درستش کرد. هنوز جمهوری اسلامی اینقدر اوریان آدم نکشته بود تو خیابون، بابا 1500 نفر رو تو 3 روز کشت. تازه 1500 نفر آمارش در اومد. مگه جنگ، یعنی تو جنگ اسرائیل و غزه تو 3 روز 1500 نفر مرد؟ دو تا کشور با هم دیگه جنگ داشتن، 1500 نفر مردن. تو ایران که مردم اعتراض داشتن 1500 نفر کشته شدن. ببین چقدر فرقشه. میشه که حقیقت به سرق شهر، روح پیشونی اونی که فروخت شرفشن، میزنه بارو بجبشن، به پیچی بهش میزنتت با تیزی وسط شهر. اون زنه که تو شرایط اون موقع، تازه این نمیدونم آهنگ فکر کنم نمیدونم قبل 3 سال پیشه دیگه، چون 3 سالی که کانال جدیدش رو انداخته میکنم قدیمی تره و اون موقع وضعیت اینجوری بود. الان ببین چه جوریه که تو خیابون خف میکنن تیزی میکشن. بود صبح بیرون بود زیر هر خط با تیزی وسط شهر، اون زنه که تو خودسون بود زیر هر کی ماشین خوب میروند. زیر هر کسی که ماشین خوب میرون زنده بوده، جون میداد زیرشون پول بکشه بیرون، خون میآورد بالا که جور شه همه چیش زود. البته اینو قبول ندارم، خیلی از کسایی که به فاحشه‌گری رو میارن به خاطر فقر نیست، درسته بخشیش به خاطر اینه، ولی خیلی هاشون علاقه شون اینه، دوست دارن این کار رو انجام بدن. دلیل نیستش که تمام فاحشه‌ها رو بگیم به خاطر فقر رفته دنبال این کار، خیلی هاشون هم حال میکنن. خون نیاورد بالا که جور شه همه چیش زود، هر ویلایی که هست رفت تو پی ما اندرس کن، میخوابه با سردرد شد تو بغل اونی که باش سرگرم بود میخوره یه بر فلاش خون دری بری و با میری بری بری رده خوب بود، خوب بود فلا، خوب بود. همه میگه که یه هر زست بود تو خیال سردرگم، تو بغل غریبه ها مصرف شد، تو بغل غریبه ها مصرف شد. باحال گفت مصرف، واقعا یه سری کلن این شغل فاحشه‌گری شغل خوبی نیست. نمیدونم چرا بعضی رو بهش رو میارن، البته خیلی هاش بخاطر فقره، ولی افسوس دیگه. کلن انسان موجود بشر و موجود صافت و دیوسیه، چرکیم ما. یه دونه پست دیروز توی این اینستاگرام دیدم، یه توله سگ و دستشو بسته بودن با پوزشو به همدیگه، اینجوری با یه تناب به همدیگه گرش زده بودن ولش کرده بودن. یارو وقتی یه تنابو وای کرد رد تنابه زخم شده بود، دستش زخم شده بود. تو چجوری میتونی این کارو بکنی؟ البته قضاوت نکنم، یا به این نتیجه هر چیزی رو قضاوت میکنم سرم میاد، میبخشایم میامرزمت، ولی خب واقعا انسان موجود عجیبیه. برگرده دختر خراب، حق نداری این برای نگاه کنی، فهمیدی؟ پشتتو به من کن، توکلتو به خدا، این برای نگاه من کن. جواب حاجی رو بده، ممکنه یه ادعا به درد مشتریت بخوره، ولی چه کار نمی کنه. آها، گرفتنش تو دادگاهه. چه باحال بود، جیغه چقدر باحال توی ورس حل شد. بوم بوم خیلی باحال بود. عملی نمیشنی قلایی که میدید، بعد ریتمم ریتم جالبه، دوم دوم داش دوم دوم رپ داش کاتاک بوم بوم رپ، خیلی باحاله، دوست دارم ریتمشو، دوست دارم. یعنی ریتم خوبی براش نوشته شده،
آرپژو هم خوبه، فقط کیفیت نداره کار. نمیدونم اینجا بی کیفیتش آپلود شده یا کلا بی کیفیته. سرمون کنن چه کلاهی و بزور با صدا سیما یا پای مدیری تش میریم تو خاک یه گونی کفن. صدا و سیما یا پای مهران مدیری و منظورش بود، مدیری منظورش مهران مدیری بود. سوری جنگ سر بدون بدنه، نمیبریم هیچی از این دنیا، ریش بدون یقص خبره. حقیقت بعد فرجه به تو داد، گوجه به دلار اختلاسا به تومن میلیاردی بزن. گوجه ها به دلار اختلاسا به تومن. ای از دست این حکومت اختلاس، یعنی فساد تا سوراخ کون ایران هم رفته، تا سوراخ کون همه ماها رفته، اینقدر فاسد شده همه چی. اب نداره دیگه. راستی اینترنت چقدر شده بچه ها؟ گرون شده نه؟ واقعا متاسفم نمیدونم چی بگم. یکی از دلایلی که من با رپرهای حکومتی مشکل دارم واسه همینه دیگه. مثلا تو این مدت که اینترنت گرون شد، کدوم از رپرها اومدن اشاره کنن به این موضوع که آقا اینترنت گرون شد، ارومیه خوش شد؟ کدوم از رپرها اومدن اشاره کنن تو آهنگی چیزی که آقا ارومیه خوش شد؟ همش همدیگر دیس میکنن، من گنگم، من خفنم، تو زیر خواب منی که منو تو پاره میکنم، پشت میکروفون میام میکشمت، میخورمت. نداره به تو رپ میشن مرز و ملورت، تمشون یه رو به نوبت. حقیقت منم لاپاق از پاره هام، چرا سکونی نمیخواد به ما؟ چیزی که ندیدن این آدم ها به خواب، شاید ما دیده پوز همه باوران به خاک. البته میگم قشنگ کافاش، به قول ترکا میگن کافاس، کلش تغییر کرده. یعنی این کار قدیمیه، فکر میکنم مال 4-5 سال پیش باشه، الان کاملا سیستمش برگشته. اصلا مطمئن باش این آهنگو دیگه خودش قبول نداره. یعنی ازش بپرسی میگه چه اشتباهی کردم میام چه آهنگی خوندم تو رزومم گذاشتم الکی، چون واقعا هم داره الان بیشتر نتیجه میگیره دیگه. اون موقع که این آهنگا رو میخون که کسی بهش توجه نمیکرد. موضوع اینجاست، مردم، کسایی که میان از درد جامعه میخونن و سعی میکنن آگاهی بدن و طرد میکنن، دوست ندارن. مردم کسایی رو دوست دارن که گولشون بزنه، سرگرمشون بکنه. اینجوریه داستان. وگرنه اگه قرار بود تو همین سبک و سیاق بخونه که هیچی نمیشد. یا مثلا پوری چیز پوتک یه زمانی سیاسی میخون، حالا طرفدارهایی داشت، نمیگیم طرفدار نداشت، اون موقع هم داشت، موزیکاشو گوش میدادن. ولی الان که داره گنگی و نمیدونم دافازی و بزن و برقص و پارتی و بخ مشروب و میدونی اینجور سبکا میخونه، بیشتر داره ویو میگیره یا اون موقعی که سیاسی میخون فقط؟ ها بگو خودت جواب این سوال منو بده. پوری باحال بود این تیکشو دوست داشتم. پوری بوم بوم دات فقط صدای اسلحه، نمیدونم چه ربطی داشتیم وسط. تموم شد. و یه خبری بهتون بدم، این که منم به این نتیجه رسیدم، یعنی این نتیجه که پوریش از 3-4 سال پیش به این نتیجه رسید که بیدار کردن مردم به ضرر خود آدم تموم میشه. مردم که بیدار نمیشه، اون که بخواد بیدار بشه بیدار میشه. مگه مثلا من که سعی کردم دنبال آگاهی برم، کسی به من گفت؟ خودم فکر کردم، دو تا چارت کردم، رفتم خوندم. یعنی کسی که بخواد بره دنبال آگاهی و بیداری خودش میره، نیاز به من نداره. کسی هم که نخواد بره، من 1001 دلیل و استناد واسش رو کنم که آقا این مشکل داره، این وصله، اون نیست، فلان، تأثیری نداره دوست من. بنابراین سرگرمی و عشقه. لایک کن، سابسکرایب کن، میخوام ویدیوهای جدید بذارم، کارهای جدید میخوام بکنم، دوستتونم دارم دیگه، گفتم اینو. با اینکه خیلی انی، اینو من دارم به طرفدارای پوری میگم، با اینکه خیلی انی، ولی در قلب من چطافت، خداحافظ.